درود احترام خدمت هموطنانم. دوستان بارها بارها از من خواستن که من رزومه زمان شاهنشاه رو بدم، چون اکثرشون در اون زمان نبودند، 70-80 سال نبودند. من یه خلاصه میگم چون گفتن رزومه طول میکشه. ببین دوستان، یه سوالی در سطح دنیا بوده و هست و خواهد بود که آیا اول فکر بود یا پول؟ قطعا اول فکر بود. فکر پول سازه، فکر کار سازه، فکر آینده سازه، فکر کیفیت میاره، فکر کمیت میاره. شاهنشاه آدم فکوری بودند، دوراندیش بودند، حسابگر بودند. ما تا سال 1350 نفتمون قیمتش 3 دلار بود، جمعیت حدود 24-25 میلیون نفر، این وسعت کشور، این قد هزینه و یک سری افراد مغرض و مخرب. اما شاهنشاه دوراندیشی میکرد. در کروپ آلمان که یکی از بزرگترین تولید کننده صنعتی دنیا و سرمایه گذاری کردند، حدود 25%. در نفت برند سرمایه گذاری کردند، دوراندیشی کردند. شرکت فیرستن آلمان در آمریکای جنوبی مرکزی سرمایه گذاری کردند و صدها شرکت دیگه برای آینده این مردم، برای آینده این ملت. تو فکر داشتم. تمام رشدی که در کشور شما ببینید توی 7 سال بود، یعنی از سال 50 تا 57. وقتی اونجا که فرمودند محفشاند نور و سگ آو آو کند، یعنی همین، نمیتونستم ببینند. تو فکور بود، دوراندیش بود، زرنگیشو مخفی میکرد. اینا 38-39 ساله. شاه هر چی که در آورد یا میتونست در بیاره در روی آبادانی کشور کار کرد، سرمایه‌گذاری کرد برای آبادی کشور، آینده کشور و آینده جوانان. اینا هر چی کار کردن در روی تخریب کشور، ظلم و ستم و جنگ، سرکوب مردم، مردم در فقر نگه دارن، در فلاکت نگه دارن، بتونن خرافاتشون رو توسعه بدن، چون چیزی در چنته نداشتند از کوزه همان ترابت که در اوست. کجا رو دیده بودند؟ چی بلد بودند؟ آلت دست یک مشت خائن شدند. نوربخش خائن، دکتر عادلی خائن، ببین دوستان، قاعده دنیا برای این که بتونی یک کشور استثمار کنه و استعمار کنه، یا بتونه با قول معروف اهدافشون کشور پیاده کنه، اینجوری بود و هست که دانشجو از اون کشورها میپذیرفت. اکثر کشورها میپذیرفت، الان هم میپذیرند. برای ایران اینطوری بود که مثلا آلمان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، همه کشورها که از ایران دانشجو قبول میکردند، وقتی این دانشجو در اون رشتهی که مد نظر اونها تار تحصیل میشدند، صنایع بود، نفت بود، پتروشیمی، هر چی که بود فرق نمیکرد، به خصوص صنایع، این دانشجو تمام مدت هزینش باید اونا بود. به اصطلاح آمینه نمکگیرش میکردند. زمانی میخواست برگرده به ایران، میگفتن شما تا یه کار خوب پیدا نکردی سر هر کاری نرو. آقای لیسانس و فوق لیسانس نرو سپور بشو. آقا هزینه توی مدتی که بیکار هستیم حقوقتو میدیم. از طریق سفارتشون حقوق میدن به اینها. دیگه بیشتر مدیون خودشون میکردند، نسبت اونا عرق پیدا میکردند، نسبت اونا تعصب پیدا میکردند، دنبال جبران بودن برای اونها، بلیان سرمایه‌گذاری کرده بودند. تو طرف در وزارت صنایع میشد کارشناس، در وزارت نفت میشد این کاره، در اون شرکت میتونی شوره، در وزارت اون خارجی میرفت شد کارشناس. بعد که این اتفاق میافتاد و میرفت سرکار به حقوق میرسید، حقوقش قطع میشد. اما این در هر سمتی که بود
منافع اون کشور رو تو اون سازمان، تو اون وزارت، تو اون تشکیلات مد نظر داشت. مثلا زمانی که پروفورما میبردید شما در وزارت صنایع، میخواستید ماشین از آلمان بخرید، اگه طرف ایتالیا درس خونده بود باید ایتالیا بخر، رد میکرد، بهانه میآورد، دست خودش هم نبود. اینا پرورش داده بودن برای قصه، آموزش داده برای قصه، مدیونش کرده بودن، نمکگیرش کرده بودند. و اون مزدورهایی که فرستادن تو کشور، از آمریکا فرستادند، از انگلیس فرستادن، از کشور دیگه فرستادن، این ها هم آموزش داده بودند برای همین کار، برای تخریب ایران. طرف کار نداشت که چه اتفاق میفته، اون اهداف اونا رو پیاده میکرد، چه خواسته چه ناخواسته مزدور بود، کشور در سرشیبه سقوط قرار میداد، منافع کشورش رو ترجیح نمیداد بر منافع اون کشور. تک و توکی هم بودن توشون که اینها این کار رو نمیکرد. یکی از دوستان رو من زنگ زد که فرانی باز انگلیس واسه ایران نقشه کشیده، این کار میکنه، اون کار میکنه. گفتم دوست از این خواهشان رو بریز دور، گفتم اینقدر انگلیس انگلیس نکنید. اون سریال دایج ناپلون یادتونه چه رو روحی مردم اثر گذاشت، تنز بودر اثر گذاشت، چه ظلمی در حق مردم کرد. کار کار انگلیس هست. آقا یک سال 1204 تاست انگلیس که این همه چریده کو دنباهاش. ما اوتپوتو میبینیم، موضع موجود میبینیم. بودم بودم ولش کن، هستم هستم مهمه، خواهم شد خواهم شد ولش کن، هستم هستم مهمه. انگلیس الان در چه وضعیتی است که اون بخواد باز برای ما برنامه‌ریزی بکنه؟ به دریوزی افتادن. بیایم اینا رو باور کنیم، بیایم اون ذهنیت قبلی رو بریزیم دور، اون بت پرستی رو بریزیم دور. عددی نیست. بپذیریم که اینها باختن قصه رو، بپذیریم که اینا باد کاشتن طوفان دارن درو میکنه، همشون فرق نمیکنه. بیاییم واقعی را باشیم، بیاییم تحصد باشیم. اگه یک سری توی رادیو بی بی سی تو اونجا تو اینجا و اونجا میشنن یه حرفا رو میزنن، اینا مزدور اونجا هستن، هم حقوق میگیرن هم اراخن. اما چند روزی هست که چند تا شبکه تلویزیونی یک دفعه پشتر هم در اروپا و آمریکا بسته شدند. دوستان از من خیلی سوال کرد، دوست نداشتم این مثال رو بزنم اما ناچارم، غیر از این مثال هیچی دیگه یادم نمیاد. میگن یکی از این قومای دربدر کولی، چون اینا خب مرتب این برانور میرن بیوطن هستند، زناشون رفتن پیش خدا، گفتن خدا چه وضعشه؟ مرد ما را حامله میکنه، باش ما بچه تو شکم 9 ماه بزرگش میکنیم، باش بابای درد زایمان دیگه چی به ما میدی؟ لاغر بده به پدر بچه. خدا گفت پشیمون میشید ها؟ گفت نه چرا پشیمون میشیم؟ در زایم ما به پدر بچه، ما این 9 ماه رو تحمل میکنیم، بچه رو بزرگ میکنیم. زن اولی حامله شد، 9 ماه بعد یعنی مرد همسایه این مار به خودش رو میپیچه، در زایم ما رفتن اینجا. بله تحریم ها شروع شده، حساب بانکی بسته شده، درد زایم ما اون شبکه های مزدور. حالا بعضیاشون خودشون هم اصلا مدیراش هم نمیدونن، طریق کسای دیگه، کسا به عنوان کمک های مردمی و فلان فلان قطع شده. یک دفعه اینا دیدن قافیه رو باختن، یک شبه تعطیل شدن. خیلی طبیعه، خیلی ساده است، خیلی ساده است. بیمایه فطیره، نه؟ دیدی چیزو جمع کردی؟ دست باتون بستید؟ دستور میگرفتید؟ همیشه همینطوره، ماه پشت ابر نمیمونه، در میاد. حالا چیزی دیگه از شما در میاد، ولی خوشحالم که حرکت مردم، آگاهی مردم، روند روبروش مردم ضربات چه به شما وارد کرد. یعنی دنیا جوری شد که اینجوری شد که درد زایمان مشخص شد، اونجا رو بستن، اینجا صدا میکنه. فیلم های طنز هست که در میبندن قارپاق میفته. خب خدمت شما هستم که دوستان در مورد ائمه جمعه حسابی جواب داده، امام حسابی پیش نماز مسجد جواب داده، حسابی جواب داده به شرط شروط ها بارها و بارها گفتم حضوری تشریف ببرید. مثلا نامه میدم، نه آج ما باید وایستم اینجا، سفت وایستاتون بریم بالا، سفت وایستاتون بریم بالا، جواب میگیرید.
بهتر است تو راه راهروی دادسرا بشینی، برابر بخواید بشینید، خیلی بهتره. 2 تا 3 ساعت در روز وقت بذارید، کارتون انجام میشه. مجبورن انجام، چون دیگه آخر کار هستن، ضعیفم شدن، تضعیفم شدن حسابی، همشون ضعیف شدن از اون بالا تا پایینش، از رهبر تا ابترش، فرق نمیکنه. پس جواب داده، به دیگران توصیه بکنید 7-8-10 نفری برید، از یه قبض برق 20,000 تومانی برید بشینید وایسید اینجا، هر مشکلی که دارید برید بشینید. آقا اینا برای آمدن به حل مشکلی دیگه غیر از این ادعاش مگه نمیشد؟ مفت خوردن، مفت چریدن، حالا باید جواب پس بدند. باید جواب پس بدند. بیان یه چیزی بود، رودخونه بود، بعد تمساح اونجا از این بر چیز میبرد، یک آدمی داشت تمساح رو میبرد کمک میکرد پول میگرفت. بعد تمساح دیگه نقشه میشن وقتی داری میبری بنداز ما بخوریم اینا رو. بعد این داشت میبرد تو اینا یک هندی بود، این ستاره انداخت و هندیه رو ننداخت. بعد رفاش بابا چرا ننداختی؟ بابا پاسار یه هندی خوردم هنوز اونجا میسوزه خاطر اینا همش فلفل میخورن. اینها باید جواب پس بدند، اینها باید جواب پس بدند. محصرشون تموم شد، شیادیشون تموم شد، دستشون رو شده و خواهشن اینو برمان نفر مدیم مدیم. ساده است، در دست دست هم هست، همه جا هم هستن. پیش نمازتون فرق نمی کنن، به هم وصلن. ائمه جمعه همه هم وصل هستن، پیش نماز مسجد به هم وصلن. برید بهشون فشار بیارید، برید بهشون فشار بیارید. خب چیز خاصی رو گفتن ندارم، فقط میتونم بهتون بگم که نقشه ها داره طبق برنامه اجرا میشه. یمن کلکش تقریبا کنده است، باز تصمیم گرفتن که حوثی ها برگردن دوباره به کوه ها، این 20 سال تو کوه ها بمونن تا باز ساماندهی بشن، باز تا کدوم کشور بخواد اینها رو بیاره و باز مورد بازی قرار بده و ازشون بهره برداری بکنه. حالا هر چی میخوان بگن، اما این کار شد. جرم موشک زدن به ابوظبی هم که خب شنیدید، من براتون تماس گرفتم ابوظبی، بچه‌ها گفتن چیزی نشه، اتفاق نیفتاده. از یکشون خواهش کردم برای عکس بگیرن، برام عکس بفرست فاصله 2 کیلومتری برام فرستاد، هیچ اتفاقی نیفتاده بود. احتمال داره که هر دو نفر درست گفته باشن، هم ابوظبی که موشکی نخورده، هم حوثی‌ها که موشک فرستادند. اما موشک اونا فرستادن کجا رفته دیگه الله اعلم، فرستاد زدن ولی کجا رفته چون موشک‌ها حساب کتاب نداره. من اصلا گفتم بهتون قبلا اینا با یه ترانس 20% برابر میزنم، کجا دریا افتاده، کجا تو کدوم کبیر و بیابون افتاده معلوم نیست. اما دیگه راه به جایی نخواهم برد، اینها همینجور باختند. 38-39 سال باختند، باز هم دارن میبازند، سردرگم هستند. یک تکان مردم، یک حرکت مردم اینا رو سرنگون میکنه. اراده جهانی هم بر این هست. بوی بهار داره میاد، خیلی پیروز نستی، اصلا ما پیروز هستیم، الان شک داری بسه نیست. چون من میدونم، من یک زمانی مثلا اروپا بودم، زنگ زدم کارخونه، نگهبان گوشی رو میگو الو، بهش میگفتم فلانی باز یه تا آکی به شما گفت، گفتم از جواب الوی تو میفهمم میفهمم، چون دیگه خب کارم کار بودم، خودم دیگه همه کارگر بودم، همه رقم بودم دیگه، نیاز نیست چیز کنی. حالا این است که از کامنتاشون، از پیغاماشون، از صدای لرزانشون، از پاهای لرزانشون مشخصه که میدونن محاکمه خیلی نزدیکه. اون ریگ به کفشارا مشخصه، تن بدنشون میلرزه، چوب سیاره که برده حساب کارا خوشی میکنن، پدرتون رو در میارن. هر سلاح سومی تو دنیا برید شما باختید. حالا جالب این تیکر آخرم بگم، مخواستم کوتاه کنم، اینا تعداد زیاد خانواده اینا رو از ایران خارج با پاسپورت دیگه، اما فراموش کردن که اکثر به اونهایی که شاید 10-15 سال رفته باشه، کسی بودن که زن بچه‌شون هیچ وقت از ایران تا حالا خارج نکردند، یعنی نه امارات نه کشور دیگه هیچ جا نرفتن، اثری ازشون نیست، چهره نگاریشون نیست. حالا خب اما اقسام سیستم کنترل هست، راحت بهتون میگم، اونایی که زن بچه‌شون نبردن، زن بچه‌شون رفتن، بقیه که رفت قبل رفت بودن دیپورت شدن یا تو اونجا فهم بازداشت هستن، اما حالا جاره خودشون نمیتونن برن، هر کشور خارج رفته باشن چه باز پاسپورت دیپلماتیک و سیاسی و فرق نمیکنه،
خودشون دیگه نمیتونن برن، پولا رو زنه بچه‌هاش میرن یه حال میده 15% توسن برن برادرم برمیگردن به هم ریختن و این خیلی خوبه. صدای شما، حرکت شما، عدم اعتماد شما به اینها، صدای خرد شدن استخوناشون داره میاد، صدای خرد شدن استخوناشون داره میاد. حقشون هم هست، باد کشتند، باید طوفان ها دور کنند. حیام به کام روز باد کشت.